بعدیش اینه که من وسط شکم که میخوام برم یا نه، ولی بدترش اینه که صد برابر مطمئنم نمیتونم بمونم. داستان برات آشنا نیست؟ نمیتونم بین کسایی که زبانشون رو بلد نیستم زندگی کنم. برای کسایی که زبانمو بلد نیستن شعر بگم. خب یعنی ممکنه دوباره برگشته باشن سراغ؟ فکر کردی پولی که من میارم تو خونه بابات کار میکنه؟ تو اهل بازی کسی خطرناکی؟ تمومش کن. تو دوست داری ببازی؟ نه، واسه همین هم هیچ وقت بازی نمیکنم. یه جوری دارید میگید انگار ما داریم حق شما رو پامال میکنیم. خیلی بده، ولی من واقعا میترسم از خونه برم. قدرت فساد میاره و همیشه اونایی که در طبقه فرودست جامعه هستن گمانشون این بود که اونایی که بالا دست هستن و دچار فساد میشن فقط همون طبقه این اتفاق براشون میفته. من از روز اولی که شروع کردم این فیلم نامه رو بنویسم، خانم فسیانی رو چون توی وارونگیم باشون کار کرده بودم اصلا میدونستم دارم برای این نقش می‌نویسم. فکر می‌کنم که حالا یه دوربین رو دسته و میچرخیم و اینا، ولی واقعا خیلی پیچیدگی عجیب و غریبی داره. نه اجبار سرمایه گذار که بابام بود خیلی فشار گذاشته بود روی من که پول یاره. اولا این که من با افتخار فیلمم رو تقدیم کردم به آقای مهندس همایون خسروی دهکردی، فکر میکنم که به شدت جاشون در میان ما و در کنار ما خالیه. این قرابت شاید مهمترین دلیل بود، جدای از علاقمندی شخصی که بهشون داشتم که فیلم رو تقدیم به ایشون کردم. و میدونید ایشون بر اثر یک آنفولانزای ساده فوت کردن. نکته خیلی اساسی اینه که فکر کنم بازیگری در واقع خیلی میتونه اون شخصیت رو شکل بهش بده، تنها یا مهمترین عنصرم برای انتخابونه. من خب با بازیگران غیر حرفه‌ای و نابازیگرها شروع کردم و رفته رفته بازیگرها به فیلم هام اضافه شدن، ولی اگر بهتون بگم که همچنان دلم میتپه برای اینکه با نابازیگرها یا بازیگرهای کمتر حرفه‌ای کار بکنم دروغ نگفتم. چرا؟ بازیگرهای حرفه‌ای ما خب البته حتما مزایای بسیاری رو با خودشون میارن توی کار، ولی خب مطالباتشون هم زیاده. این که میگم نه لزوماً مطالبات مالی یا مثلا انتظارات زیادی. شما وقتی یک بازیگر حرفه‌ای میارید یعنی این که کست پشت دوربینتون تغییر میکنه، لباستون، گریمتون، اصلا شکل تولیدتون، شکل منیج کردنتون. برای این کار داشتیم ما کست میکردیم یه خانم بازیگری واقعا مثلا درجه چندم اومد اونجا و به برنامه ریز من که اینجا نشستن گفته بودن چند جلسه با من کار دارن. چند جلسه یعنی واحد شده جلسه. این در حالیه که تصور خود من از بازیگری از سر تنها دوبار زندگی میکنیم که به بازیگرم مثلا 6 ماه بهش میگفتم موهاتو بذار بلند بشه، اینجوری را برو، این کارو بکن، اونجوری بیا، اونجوری برو، اینقدر فاصله گرفته که دیگه الان یه کمی دور از ذهن به نظر میرسه. اینجوری پیش رفتیم ما که اولین تماسایی که با من داشت این درخواست داشت که تقریبا از 2 ماه قبل از فیلم برداری من باشم کنارشون، یعنی این قول رو گرفت که من پروژه دیگه ای کار نکنم و از 2 ماه قبل از فیلم برداری تمام مدت باشم توی لوکیشن دیدن ها، توی دورخونی ها و توی همه تست گیری ما و اینا رو هم حتی خواست که باشم، که البته خب منم خیلی استقبال کردم برای این مدل فیلم ها به خاطر اینکه حالا بفهمم که چیکار قراره بکنم، به هر حال خیلی کمک کرد تو اینا. در نهایت هم به حال یه نمونه عکس ها و نمونه فیلم هایی رو دیدیم و به یک زبانی که میخواست آقای بهزادی رسیدیم بهش، یعنی اون چیزی که نیاز داشت. ولی واقعا همین چیزیه که میگه، یعنی به نظر خیلی ساده میاد این، فکر میکنیم که حالا یه دوربین رو دسته و میچرخیم و اینا، ولی واقعا خیلی پیچیدگی عجیب و غریبی داره.
وقتی که کار میکنیم این مدل فیلم ها رو. فراموش نکنیم من این فیلم رو برای بچه به عنوان یک فیلم کامرشیال و یک فیلمی که قراره که حالا بفروشه گیشه ها رو تسخیر کنه فلان نساختم، ولی به هر حال با سرمایه شخصی این فیلم رو ساختم و کاملا ترجیحم اینه که حداقل پولم برگرده. ضررم بکنم اشکالی نداره، ولی ورشکست نشم خیلی خوبه. تقریبا ما قبل از اینکه کلید بزنیم به عمده در واقع فیلم رو انگار که دیده باشیم میدونستیم که قراره چیکار بکنیم و با تعیین حالا پالت رنگی و قراری که گذاشتیم که وفادار بمونیم به این شرایط کار رو شروع کردیم. انتخاب اولم نبود ولی انتخاب آخرم بود. بله خیلی هم راضیم. اگه نبود باید یه نفر دیگه بازی میکرد دیگه، در چون انتخاب آخر بوده. نه انتخاب اول، من انتخاب دوم. یعنی با رضایت انتخاب کردین طبیعتاً که نه اجبار سرمایه گذار که بابام بود خیلی فشار گذاشته بود روی من که پوریا معلومه من اصلا گشتم پوریا رحیمی سام رو از قبل میشناختم، دیده بودمش توی چندین کار، واقعا به بچه ها گفتم این برابر گشتیم پیداش کردیم.